حالا مثلا من خراب بشم، من که عمرمو کردم به درک، اصلا مهم نیست. من توضیح مسعود جعفری جوزانی و علی قائم مقامی برای پخش نسخه بازبینی بهشت تبهکارا. مسعود جعفری جوزانی: من عمر خودمو کردم، خراب نمیشم، خرابم بشم اصلا برام مهم نیست. بریم با هم ویدیو رو ببینیم. فیلم بهشت تبهکاران فیلم سنگینی بود از لحاظ پروداکشن، مسائل فنی خب با فیلم هایی که در واقع فیلم های معمولیه یه مقدار متفاوت بود. دو سه روز قبل از در واقع جشنواره، من با تک تک مدیران جشنواره صحبت کردم و ازشون خواهش کردم اگه امکان داره یه دو روز به ما مهلت بدن تا ما نسخه نهایی رو آماده بکنیم که فیلم به صورت کامل دیده بشه. اما متاسفانه موافقت نکردن، یعنی با هر شکلی بود من با این دوستان صحبت کردم و گفتن قانونه، قانون برای همه یکسانه و به دلیل اینکه در واقع بلیت فروشی شده برای مردم ما نمیتونیم این کار رو بکنیم. و نسخه ای هم که نمایش دادن نسخه ای بودش که در واقع نسخه ای بود که در قسمت بازبینی هیئت انتخاب بودش. این نسخه خب نسخه کاملی نبوده، نه موسیقی داشته، نه صدا گذاری داشته، نه مسائل دیگه ای داشته و نمایش دادن دیگه. حالا میگوین که نباید مثلا مردم پشت در میبوندن و بلیت خریده بودن اینا. حالا ای کاش این کار صورت نمیگرفت و مردم نسخه کامل رو میدیدن، همین نسخه که امروز دیده شد دیگه. حالا قضاوت با خودتون. آقای جوزانی میخواد توضیح بفهم. این که این نسخه رو اینطوری نشون دادن کار بسیار غیر حرفه‌ایه و وقتی که جشنواره رو امنیتی میکنیم همینه، ما همه چیمون رو یه امنیتی میکنیم. مثلا یه جایی هم میخوام یه جایی بریم بالا دوباره امنیتی بگه چه خبره آقا دو تا پله میخوام بریم بالا. کار بسیار خطا بوده، کار بسیار غیر حرفه‌ای بوده، کار خیانت در امانت بوده. برای اینکه یه موی سی دی دادیم خیلی ساده، برای بازبینی زیرش هم نوشته بوده فیلم خام بوده، نباید بلیت میفروختم. پس اصلا فستیوال، تو کدوم فستیوال این همه سانس میذارم؟ من خودم چندین بار داور بودم، دو سال قبل یه فیلم رو روز 18 هم آوردن تحویل دادن ولی خب هیچ اتفاقی هم نیفتاد. اینا تصمیم های سیاست زده ای که یه سری جوون رو میارن جو زده میشن، یهو باور میکنن که یا به خاطر هنرمندی بسیارشون یا به خاطر تجربه عجیب و غریبشون یا نوابقی هستن که ما نمیشناسیم پیدا میکنن یه جایی میذارن. هر سال هم ما دوباره دوچرخه رو از اول باید. خب اعتراض من که اعتراض کردم، خبرم نداشتم که این اتفاق میفته. گفتنم که زنگ زدن یکی گفته من دیوانه هم این کارا رو میکنم. خب باید دیوانه هست کرده دیگه. کار بسیار خطایی بوده. اما اگر و چیزی نیست که ما توجیهش بکنیم، چون همیشه ما آشغالمون رو زیر فرش جارو میکنیم حرف نمیزنیم. خب این غلطه دیگه، غلطه، توهینه به مردمه، توهینه به ما نیست. فقط ما یک کاری رو دادیم دست شما، شما نباید این کارو میکردیم. اصلا من خطا کردم، فیلمو بندازیم بیرون از جشنواره. برای چی میایین وقت مردمو میگیرین یه فیلمی که خامه، نه صدای درست داره، نه موسیقی داره، نه تیتراژ داره، نه تروکاژاش درست شده، برمیدارین نشون میدین. حالا مثلا من خراب بشم، من که عمرمو کردم به درک، اصلا مهمی، من کارم برای کشورم میکنم، همیشه عاشق مملکت بودم، هر کاری کردم برای مملکت کردم. آدمم اگه آدم باشه نمیتونم خرابش کنم. حالا یه لطمه میخورم میگن اینجا رو اینطوری کرده، کار غلطی بوده و به هیچ وجه هم قابل توجیه نیست. ممنون که تا آخر این ویدیو همراه ما بودید. لطفا نظراتتون رو برای ما بنویسید.